آقای آشور، این کرسی ها که اگر به این شکل پیش بره و نتایج نهایی همین باشه، چه تعداد کرسی رو از دست میده و چقدر قدرت و نفوذ حزب الله کاهش پیدا میکنه؟ بله، الان حزب الله و متحدینش 71 کرسی دارن، یعنی 6 کرسی بیشتر از اون چیزی که نیاز دارن که اکثریت رو در پارلمان داشته باشن. تا اینجای کار ما میدونیم که اینها 4 کرسی رو متحدانشون از دست دادن. در واقع حزب الله لبنان و حتی عمل که 2 حزب شیعه اصلی در لبنان هستن، اون هسته طرفدارانشون همیشه بهشون رأی میدن. به نظر میاد در این مرحله حداقل شیعیان ترجیح میدن با توجه به در واقع حمایت مالی و سیاسی و امنیتی این دو حزب ازشون به اینها رأی بدن. از طرفی سنی ها هم بدون توجه به اینکه به چه کاندیدایی رأی میدن، اینها متحد حزب الله نخواهند بود و ترجیح میدن در واقع به جای ایران و حزب الله به عربستان سعودی نزدیک باشن. و این در این میان باقی مانده ها در واقع مسیحیان هستند و تا حدودی دروزی ها، نیمی از اینها متحد حزب الله هستند و نیمی متحد در واقع بقیه گروه های سنی و سعی میکنن که حکومتی رو در مقابل حزب الله تشکیل بدن. اینجا هستش که حزب الله در واقع طرفداران حزب الله یا احزاب نزدیک به حزب الله حداقل 4 کرسی رو از دست دادن. تا اینجا یک کار اگر فقط همین 4 کرسی باشه، حزب الله هنوز در واقع با متحدانش که رئیس جمهور یکی از اونها هستش بیشتر از 50% آرا رو دارن. اما به نظر میاد که احتمال داره چندین کرسی دیگر رو هم از دست بدن و در اون صورت یا 50-50 میشه یا حزب الله مثلا 1 کرسی کمتر از اون چیزی که نیاز داره خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفته، این به معنای این نیست که مشکل لبنان حل شده و حزب الله از قدرت کنار خواهد رفت. چرا؟ بخاطر اینکه سیستم در واقع سیاسی لبنان طائفی مذهبی هستش، دقیقا مثل عراق. ما در عراق حدود 6-7 ماه پیش در واقع انتخابات داشتیم و تا اینجای کار حکومتی تشکیل نشده، بخاطر اینکه نه تنها سیستم عراق مثل لبنان طائفی هستش، بلکه دخالت کشورهای خارجی مثل ایران مثلا در اونجا هم زیاد هستش. همین اتفاق در لبنان هم داره میفته و حتی اگر حزب الله بیشتر از 6-7 کرسی هم از دست بده، به معنای در واقع این نیست که شکست کاملی خورده و مخالفانش قدرت رو به دست خواهند گرفت. سپاسگزارم از شما غسان آشور، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون، با ما همراه بودید.